من همبستگی میان هموطنانم را کلید رهایی ایران خواندم. باور من این است که ملت آزاد نخواهد شد مگر همه ایرانیانی که به استقلال وطن خود و استقرار حکومت مردم و قانون معتقدند همدوش با هم در راه رسیدن به هدفهای مشترک گام بردارند. آینده ایران، آینده شایسته مردم ما در گروی این همبستگی است. اما چگونه میتوان نه تنها به آرمان و سخن بلکه در عرصه پیکار و عمل همبسته به همدوش شد؟ به عقیده من ما هنگامی همبسته خواهیم شد که از خود بیرون آییم و غرق در ایران شویم. دیگر در برج عاج خود ننشینیم، یک بودی نیندیشیم و تنها از دریچه محدود چشمان خود به ایران نگاه نکنیم. همبسته آن وقت خواهیم شد که خود را افراد تفکیک ناپذیر یک ملت، یک تاریخ و یک سرنوشت بدانیم. منطق خشک و حسابها و منافع گروهی و مسلکی را مهار بزنیم و از احساسات غریزی خود به عنوان یک ایرانی، به عنوان عضو یک خانواده بزرگ و کهن الهام بگیریم. ملت را جانشین من کنیم. ایران ای مرز پر گوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. درود بر همیهنان بزرگوار. سرباز تکاور حمید رضایی هستم از کمپین بازگشت شاهزاده، جنبش ملی آزادی خواهان ایران و ارتش ملی ایران. مهمان خانه های پرمهر شما و در خدمت دوست و همرز و مهمان امشب برنامه جناب دکتر شروان فرشنگی، بسیار خوش آمدید. درود بر شما و همه بینندگان عزیز. جناب دکتر فرشنگی عضوی از شبکه فرشگرد هستند و امروز امشب بر مهمان برنامه ما هستند و با هم گپ و گفتی خواهیم داشت در رابطه با مسائلی که در رابطه با فراخوان‌هایی که میتواند بسیار مخرب باشد، در واقع بیش از این که سودی داشته باشد برای جنبش آزادی خواهی بسیار مخرب میتونند باشند. در این رابطه با هم دیگه گپ و گفتی خواهیم داشت. دکتر جان خواهش میکنم میکروفون در اختیار شماست. نظرتون در رابطه با این فراخوان‌هایی که گاوکوداری از این ور اون ور بیرون میاد چیست؟ خب پیش از اینکه حالا من بخوام موردی و مستاقی بحث بکنم، خوبه که نخست بیایم ببینیم اصلا یک حرکت خیابانی، اونم در ابعاد توده‌های وسیع میلیونی، چطور شکل میگیره. خب ببینید، ما هم در شبکه فرشگرد هم برخی همراهان و مشاوران خارج از شبکه که ما ارتباطاتی دارم و شاید بعضی هاشون به عنوان مشاور بعدم بپیوندن به طور رسمی یا اگر نفر بندنم به طور غیر رسمی همکاری های داریم، مطالعاتی کردیم به صورت در واقع سیستماتیک سامانمند که دولت های مستبد به ویژه دولت های توتالیتر، یعنی تمامیت خواه، اونهایی که فقط استبداد سیاسی در واقع هدفشون نیست بلکه میخواهند همه جوانه به زندگی از خوراک و پوشاک مردم و زندگی خصوصی مردم کنترل کنن، اونا رو میگن توتالیتر. خب ما بررسی کردیم ببینیم که دولت‌های در واقع توتالیتر یا تمامیت‌خواه اینها چگونه سقوط میکنن. سرنگونی اینا که بررسی بکنید، خب همشون دقیقاً یکی نیست، چون تاریخ هیچ وقت خودش رو دقیقاً تکرار نمی‌کنه. هر کشوری شرایط خودش رو داره. اما یکی از در واقع عناصری که مثلا
مشترک هست در بین اینها همین مسئله حضور توده ها، حضور میلیونی توده ها در فضاهای عمومیه. حالا لزوما میدونه سر کوچه ممکن نباشه، ممکنه خیابان باشه، ممکنه موز واقع پارک باشه، اماکن عمومی، فضاهای عمومی. البته این فقط یکی از عوامله، معمولا عوامل دیگه ای هم کمک میکنه و در واقع بخت موفقیت رو بالا میبره. مثلا فشارهای خارجی یکی از عوامل میتونه باشه و گاهی اوقات چند دستگی در بین نیروهای حاکم که اون هم خودش ناشی از فشار مردم و فشار خارجیه. یعنی فرض بکنید که مثلا درآمد اون حکومت توتالیتر که کم بشه، خود اون فرقه ها و دسته هایی که مختلفی که گروه های مافیایی در اون حکومت به جون هم میفتن، مثلا اونم یک کمک. خب حالا ما اون دو جنبه دیگر کار نداریم، فشار خارجی موضوع این برنامه‌مون نیست، تفرقه های درونی حکومت که میتونه کمک بکنه به مردم اونم فعلا موضوع بحث ما نیست. داریم بحث حضور میلیونی توده ها رو در فضای عمومی مطرح میکنیم. این یکی از عوامل و در واقع میشه گفت اصلی ترین عامل. اونای دیگه جنبه جانبی و کمکی دارن. این اصله، موتور محرک در واقع سرنگونی حکومت توتالیتر همین هست. خب وقتی میبینید میشنوید که 1 میلیون نفر در فرض بکنید که پراگ یا نمیدونم در اوکراین یا در ارمنستان یا هر جای رومانی 1 میلیون نفر اومدن بیرون در پایتخت شهر یا شهرهای بزرگ شهری کشور، بعضی وقتا برداشت اشتباهی هستش که اینه که انگار همه این 1 میلیون نفر همزمان با هم اومدن یا همه 1 میلیون نفر به یک اندازه تاثیر داشتن، جدی بودن. نه، چنین نیست. ببینید پدیده حضور میلیونی مردم در اماکن عمومی به دلیل فرض کنید هدف سیاسی، اگه بخوام تشبیه بکنم به یک بهمن میشه تشبیه کرد. هسته اصلی بهمن معمولا یه سنگ نسبتا کوچیکیه و یه توده برفیه که در زاویه مناسب و شیب مناسب قرار میگیره و مثلا فرض کنید که برفی که زیرش هست به اندازه کافی نرمه که در واقع بچسبه بهش و این شروع میکنه به قل خوردن، غلطیدن و در همین حین هی بزرگ میشه. اگر زاویه و یعنی اون منطقه مثلا بهمن خیز باشه فرض کنید، این بزرگ میشه و تبدیل یک گاهی اوقات تبدیل بهمنی میشه که بعضا مثلا چند خونه رو یکی بخشای از یه روستا رو میتونه ویران بکنه. خب حضور میلیون مردم هم این چنینه، هسته هایی لازمه، هسته های به نسبه کوچیکی، یعنی باورپذیر نیست ولی واقعیت اینه که فرض کنید که گاهی اوقات 1 میلیون نفر که میان در خیابون ها شاید هسته اولیه 5000 نفر هم نبوده، شاید دو تا گروه مثلا چند صد نفره، چند هزار نفره بوده که اونا هسته اولیه شدن، به اصطلاح خط شکن بودن. شما خودتون ارتشی بودید، تخصص دارید، میدونید که بحث خط شکنی خیلی مهمه. خط شکن بودن و بعد توده ها وقتی یه ذره فضا باز شد، یه منطقه، یه کوچه، یه چهارراهی به فرض اون جمعی وجود که دست مردم افتاد، بعد دیگه بقیه مردم به عنوان در اول کار به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان تماشاگر میپیوندند تا اینکه یه توده بزرگ شکل بگیره. پس اگه حکومتی بخواد فرض بکنید که این توده های جمعیت رو کنترل بکنه، باید در واقع حواسش بهشون هسته ها شکل نگیره، چون دیگه وقتی 1 میلیون شد شما یه باید بیایی مسلسل بذاری اونجا مردم رو درو بکنی، که خب هزینه های کلانی واسه اینا داره. به ندرت این کارو میکنه جمهوری اسلامی اگه دقت کرده باشی، یعنی در واقع درسته که اینا خیلی درنده خوب و آدم کشن، ولی در کشتار خسارت به خرج میدن، چون میدونن که اگر کشتار سنگین بکنن هزینه های خواهد داشت هم بین المللی هم داخلی. یا باید حکومت نظامی اعلام کنید، به هر حال میره بدتر جامعه میره در فاز انقلابی، در اینا روششون برای کنترل نیروها اینه که اون هسته تشکیل نشه. خب تا اینجا داشته باشید. حالا چه جوری هسته تشکیل نشه؟ برای اینکه هسته تشکیل نشه شما باید در واقع کاری بکنید که پای کارترین، مصرترین، دلیرترین و خدشکنترین نیروها رو و شبکه هاشون رو ببیشه، نه تنها بلکه شبکه هاشون رو، اونا رو اصطلاحا زودتر از موعد بکشید بیرون، بکشید زنه وقتی فضا آماده نیست، اونا رو بکشید بیرون و در واقع با دستگیری اونها شما اون هسته رو پیش از این که بتونه نضج بگیره، بتونه شبکه سازی گسترده بشه، در واقع میوه رو نارس بچینید یا
مثل این یا تشبیه دیگه‌ای که من دو بحثای در اون گروه می‌کردم، دیدید گاهی اوقات شمشادها رو دیگه ارتفاع خاصی که میرسه می‌برن، اونایی که زده بیرون رو می‌برن، چون اگه اون در اون ارتفاع نبوده خب این انبوه میشه میاد بالا، بعد بریدنش خیلی دردسره. اون چند تا شاخه که اومده در ارتفاع بالا بلافاصله می‌برن. اینم روشی که حکومت برای کنترل در واقع تخلیه فشار و کنترل فشار و در واقع تخلیه کنترل شده فشار اجتماعی به کار برده. هر از گاهی فراخوان‌های بی برنامه، بی حساب و کتابی داده میشه. بعضن افرادی که نیت خیر دارن هم شاید از سر ذوق و شوق بپیوندند، اما اغلب خب برنامه ریزی کافی پشت سرش نیست، شبکه سازی انجام نگرفته. حالا یه گروه مثلا توی یه کانال فرض کنید که آنلاین تو فیسبوک، نمیدونم تلگرام، کجا یا یه شبکه ماهواره‌ای میاد میگه آره فلان ساعت بریزید شلوغ بکنید، هیچ برنامه‌ای هم وجود نداره، ارتباط با داخل وجود نداره. شاید حالا چند شخصیت سیاسی هم تحت فشار مثلا ناچار بشن همراهی بکنن یا تو رو درواسی قرار بگیرن، یا به دلایل مختلف یا به دلیل هر دلیل جاه طلبی هر چی بیان حمایت هم بکنن. بعد اون روز میاد یه چند صد نفر جوونی دستگیر بشن شاید، و وقتی اون جوون دستگیر میشه دولت یه دستگیر میشه و فرار میکنه. اغلب وقتی که دوستای طرف دستگیر میشن، اون شخصی که شانس آورده بخت باهاش یار بوده دستگیر نشده، خب برمیگرده خونش، که هدف این ممکنه شناسایی بشه، احتمالاً میره خودشو فعلا پنهان میکنه، میره خونه اقوام، میره شهرستان، و ارتباطش با اون شبکه محلی که داشت بعدا بحث میکنیم چطور باید شکل بگیره، این به هم میخوره. دست کم آدم عاقل اگه باشه میره تا چند ماهی چند هفته‌ای تا به اصطلاح خود اون آبها از آسیاب بیفته، ارتباط سازمانیش رو قطع میکنه، و همین کافیه. یه فضای میده، چند ماه در واقع فضای تنفس میده به دستگاه سرکوب و فرقه توکل که حالا نیروهاشو مرتب بکنه تا بره تا 3-4 ماه دیگه. به اضافه اینکه حالا یه دلسردی هم خواهد داشت، یه سه جوون دستگیر شدن، خانواده هاشون مستاصل مضطرب دنبالشونن، و این در واقع تأثیر منفی هستش که اون فراخوان‌های بی برنامه ایجاد می‌کنند. و این بار مثلا همین اخیراً دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً حتی زمانبندیش هم مهم بود، یعنی پیش از این که این فراخوان‌ها بخواد فراخوان بی برنامه بخواد شکل بگیره، یه هشدار کلی دادن که فراخوان بدون اینکه سازمان مشخص پشتش باشه، بدون اینکه شبکه اصلا سازمان مشخصا فرض کنید باشه، فرض کنید همه اپوزیسیون الان بیان بشینن همگی از شاخه‌های مختلف، مشروطه خواه، نمیدونم جمهوری خواه، غیره غیره، همه موجه، همه ملی، ما اصلا نمیگیم که ایرادی به این سازمان ها باشه. حتی اگه همه اینا با هم دیگه توافق بکنن بگن تاریخ فلان، ساعت فلان، مکان فلان، مردم برید اونجا یه حرکتی انجام بدید، کاملا ممکنه که چون شبکه ها شکل نگرفته، چون دستگاه سرکوب میتونه پیش دستی بکنه و میکنه، نیروهاشو میاره اونجا مستقر میکنه، میبنده، به احتمال بالا جز دستگیری چند تا خط شکن و جوان و دلیل هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. یعنی بحثی نیستش که اونی که فراخوان میده لزوماً حالا چه گروهیه یا چه جور شخصیتیه، بحث اینه که آیا اصلا این زمان مناسبه یا میوه نارس. امیدوارم توضیح داده باشم. دکتر جان دقیقاً همینه، چون من معتقدم اصولاً تاریخ دادن و مشخص کردن و یک تاریخ مشخص دادن، این در واقع خود رو و نیروهای مثل آزادی خواه رو گذاشتن در اختیار دشمن است. یعنی شما داری به دشمن میگی که فلان روز فلان ساعت بیا فلان جا ما رو بگی. این دقیقا همونه. من معتقدم که شبکه ها زمانی که به اندازه کافی شکل گرفته باشن و فرم لازم رو داشته باشن، اتوماتیکوار خودشون شروع میکنن و به هم میپیوندن و اون خیزش و اون جهش میلیونی به وجود خواهد آمد. احتیاجی نیست که من از این برای آب بشینم روز مشخص کنم که آقا فلان روز در فلان ساعت فلان میدان باشه. خب من دارم آدرس مشخص میدم به نیروهای سرکوبگر که بیاد ما رو جمع کنید، و هر کدوم از این اتفاقا که میفته ماها تأخیر به وجود میاره در کار مبارزاتی، چرا چون یه تعداد بسیار زیادی دل سرد میشن و کنار میرن. من فکر میکنم دکتر بیشتر نیرو رو ما باعث بذاریم روی سازماندهی در محلات و کار کردن برای شبکه های محلی درست کردن، گروه های محلی درست کردن، و در این راستا شما نظرتون چیست بوده؟ دقیقا درست میفرمایید. خب من بارها گفتم، شما فکر کنم حتی بیش از ما فرمودید که
شبکه های محلی باید درست بشه. شبکه های محلی هم میتونه چند حالت داشته باشه. وقتی میگی محلی، گاهی اوقات، یعنی اغلب اوقات به نظر من، محلی دقیقا به معنی محله است، یعنی بچه محل ها، یعنی همون چیزی که ما بچه بودیم میگفت آقا این بچه محل منه. به ویژه خب جوان ها به دلیل اینکه متاسفانه وقت بیشتری دارن، وقت بیشتر داشتنشون به دلیل عمدتاً به دلیل بیکاریه یا به دلیل اینکه آینده ای ندارن، این جوان ها خب یه نیرویی هستن که درسته که الان از چرخه اقتصاد و پیشرفت به دلیل شرایط واقعا فاجعه بار اقتصادی جا موندن، ولی خب این نیروشون رو میتونن متشکل بکنن در راه خدمت به کشور. و من همیشه بارها گفتم خب از یه جهت بدبیاری ما و نسل جوان معاصر ماست که تو چنین دورانی به دنیا اومدیم و در چنین شرایط زندگی میکنیم و در این شرایط اجتماعی، ولی از یه جهت هم که بخوایم نگاه بکنیم از بختیاری ماست، از خوش اقبالی ماست، به این دلیل که اگر ما بتونیم این فرقه تبعکار جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم و یه حکومت ملی و دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و سکولار در واقع جایگزین اون بکنیم، ما در واقع بزرگترین نسل شاید چند صد سال تاریخ معاصر ایران خواهیم، بدون اغراق میگم. یعنی در بین خود غربی ها اصطلاحا میگن great generation، مثلا نسل قهرمانان، نسل اون نسلی که فرض کنید هیتلر رو شکست داد. جمله معروفی هستش که چرچیل نخست وزیر بریتانیا در اوج جنگ جهانی دوم میگه که خب الان در اوج جنگ جهانی دوم، در زمانی که در واقع بریتانیا همه جوره شکست خورده بوده، از کل اروپا را دست داده بوده، همه جوره شکست خورده بوده از هیتلر، و حتی خطر این بوده که در واقع اون مینلند یا جزیره اصلی انگلستان هم در واقع تسخیر بشه، در مجلس عوام بریتانیا میگه که بله دشمن سهمگینی روبروی ماست، کار سختی و دشواری پیش روی ماست، اما اگر 1000 سال بگذره و امپراتوری بریتانیا دوام بیاره، نسل ها خواهند گفت که این زیباترین لحظه شون، this was their finest hour. اگر سرچ بکنید توی نمیدونم یوتیوب جای مختلف، این سخنرانی معروف finest hour چرچیل شاید بگم میلیون ها بار به اشتراک گذاشته شده، در موردش بحث شده. یعنی در واقع چنین سربالایی و چنین دشواری که در مقابل به خصوص نسل جوان ما قرار گرفته، خب هم خیلی کار ما رو سخت کرده، هم از یه جهت یک فرصت طلایی برای اینکه ما یه کار تاریخی بکنیم. ببین به هر حال بذار یه مقدار فلسفی بحث بکنم، حالا نمیخوام زیاد منبر برم. به هر حال هر کدوم از ما خیلی حالا بنیه قوی داشته باشیم، 80 90 سال عمر می‌کنیم دیگه، اگر بگیم مثلا 100 سال عمر می‌کنیم، آدم های عادی که بیشترشون 60 70 سال 80 سال عمر می‌کنن، بعضی‌ها بچانسترن 40 50 سال 30 سال جوون مرگ میشن. اگر خیلی باهوش و باورزه باشیم یه مقدار زیادی، حال بیشتری پول در میاری، مثلا توی خونه بزرگتری زندگی میکنیم، دوتا ماشین گرونتر سوار میشیم، ولی در نهایت حالا اکثر آدم ها بجز اون نوابق و بجز محدود انسان هایی که حالا انگوش شمارن، اکثر ما تأثیر بزرگی در جامعه در تاریخ نداریم. واقعا اغلب ما اینجوری هستیم، حتی اونی که مثلا به نظر ما یک شخص خیلی مهم و بزرگیه، مثلا میگم یک آدم ثروتمندیه، استاد دانشگاه شده فلان، 50 سال بعد که ایشون فوت بکنه، هر چقدر آدم محترمی بوده باشه، خیلی تفاوتی نیست، شاید دو سه نسل نوه‌هاش که بگذره مثلا نتیجه هاشون اصلا یادشون نبود کی بود اجدادشون. ولی ما الان یه امکانه در اون، ما بخش بزرگی از مردم ایرانی امکانو دارن که تأثیر تاریخی بزرگ بذارن که برای قرن‌ها، شاید برای هزاره‌ها بمونه. اینم در نظر بگیرید، این وجه حماسی و قهرمانانه به نظر من از براندازی یه مقدار مقفول مونده. اگر ما این وجه حماسی رو مد نظر قرار ندیم، به نظر من بخت پیروزی نداریم. ببینید من بارها اینو تو جلسات هم داخلی فرشگردم گفتم که من اینو به چشم خودم شاهد بودم توی کوی دانشگاه، دوستان و همکلاسی ها و سال بالایی ما اینا من میگفتن که در واقع وقتی بسیجی ها میریختن دانشجوها رو میزدن، دانشجوی در واقع بیدفاع و بسیجی های وحشی با اون هیکل های بزرگشون میگرفتن، دو سه نفری دست و پاشون میگرفتن، خیلی مزدن خب این گونی سیب زمینی، این گونی برنج، از طبق دوم سوم ساختمون پرت میکردن بیرون، میگفتن یا زهرا. این یا زهرایه اونجا خیلی مهمه ها، چون اون یا زهرایه موجب میشه که اون بسیجی که داره جوون بیگناه کتک میزنه شب با خیال راحت میخوابه،
به نظر خودش کار درستی انجام داده، به نظر خودش در جهت حضرت زهرا و آرمانهای الهی بوده اون کاری که انجام داده. در واقع اون مغشویی مذهبی که شده، اون برداشت نادرستی که از دین تو مغزش فرو کردن، اون در واقع چی شده؟ اون در واقع اسلحه برای مجوزیه برای اینکه بتونه جنایت بکنه و حتی حس بدی هم نداشته باشه، به نظرش اصلا ثواب کرده. خب حالا فراموش نکنید که هنوز مغشوی شده‌ها کمتر شدن نسبت به اون زمان، ولی هنوز هستن. همه بسیجا پولکی نیستن، همه به خاطر پول نیست که دارن جنایت میکنن. متاسفانه مغشوی شده هم هست و اونا اتفاق خطرناکتر. حالا وقتی ما در مقابل اونا قرار میگیریم، اون برای پول لزوما نیومده جوان مردم رو سرکوب کنه و بکشه و نمیدونم قمه بزنه و زنجیر بزنه، چه بسا به دنبال بهشته، چه بسا به دنبال وعده های الهی. این طرف مقابل اگه حس حماسی و وطن پرستی نداشته باشه، این طرف بازنده است. اگه فقط هدفش مادی باشه، اگه فقط هدفش این باشه که خب یه حکومتی بذاریم که مثل فرض کنید زمان شاه فقید اقتصاد بهتر بشه یا آبروی کشور بهتر بشه، خب کسی به خاطر بهتر شدن اقتصاد کمتر کسی حاضره بره خودشو به کشتن بده، یا باید بره به خاطر اون مغشوی مذهبی مثل اون بسیجی خودشو به کشتن بده که اون یه بحث دیگه است. ما که نمیخوایم مثل اونا باشیم، ما که نمیخوایم از مذهب سوء استفاده بکنیم. پس ما باید جامعه ملی رو تقویت بکنیم. گاهی اوقات من نمیدونم از شاهنامه زیاد شعر مینویسم، تو مصاحبه ها میگم، خودم گاهی اوقات شعر میگم، دنبال این هستیم که ترانه‌های حماسی درست کنیم. اینا دلیلش اینه. بعد بعضیا نصیحت میکنن که آقا شما برید به کارهای منطقی برسید، برای چی مثلا شما که فرض کن تخصص فنی داری، برای چی مثلا میشینی شعر شاهنامه میخونی یا نمیدونم شعر حماسی میگی؟ آقا دلیل داره. دلیلش اینه که بدون اون عنصر حماسی اصلا کلا ما حرفی برای زدن نداریم در مقابل دستگاه سر. اینم یه پرانتزی بود که من خدمت شما عرض کردم. خب داشتم عرض میکردم که پس یه فرصتی برای اینکه حماسه بی‌نظیری بیافرین، از هر حماسه و شعری زیباتر، برای اون با شبکه‌های محلی تشکیل بشه. این شبکه‌های محلی گاهی اوقات میتونه جغرافیایی باشه، یعنی بچه محل‌ها، گاهی اوقات میتونه صنفی باشه، مثلا دانشجویان، کارگران سندیکای فلان، نمیدونم کامیونداران، پزشکا، بازنشسته‌ها، مهندسا، انجمن پزشکا، انجمن پرستارا و و و غیره. خب و حالا طرق دیگه هم شاید باشه، باشگاه های ورزشی خودشون میتونن تبدیل بشن به یک سری هسته های شبکه ها. خب من هم در تاریخ ما بوده، خود در سال 57 هم شبکه سازی صورت گرفت، همین مدت خب قول مثلا حسینی ها و مسجد ها و اینا بود. این شبکه سازی بعد خیلی، من چون خیلی تکرار میکنم، هی میگم شبکه سازی، من میگم که آقای فلانی آخر پیغام زیاد میفرسته، یا بعضی وقت تو مصاحبه ها سوالا از طرف مردم میپرسن خب آخه ما شبکه سازی کنیم چیکار کنیم؟ مثلا یه شبکه 10 نفر بچه محلا جمع بشیم بریم سر کوچه یه شعار بدیم، میان میگیرن دستگیرمون میکنن نابود میشه میره. که طبیعتا وقتی ما میگیم شبکه سازی، منظورمون نیستش که آقا همین فردا بیگدار با آب بزنید و در واقع خودتون رو در خطر بندازید، انرژی رو تلف بکنید. همیشه چیزی که من میگم اینه که شما اگر میخواید شبکه سازی کنید، اگه جدی هستید، هفته یک بار جلسه داشته باشید، جلسه شیر میخورم، اگه میشه جلسه کنفرانس تلفنی، اگه راحتتر حضوری اصلا دور هم جمع بشید. دستور جلسه حالا خیلی مشخصی هم نبود اشکال نداره، دستور جلسه به مرور از بین این صحبت ها و نظر دادن های گروهی، اصطلاح تو انگلیسی میگن برین استورمینگ، از این مکالمات و مباحثات درون گروهی در میاد. خود فرشگرد مگه چجوری در اومد؟ ما یه سری دوست بودیم جمع می‌شدیم، ما هم حرف سیاسی می‌زدیم، هیچ اول کار اصلا معلومم نبود چی بشه. بعد کم کم هی هر کی رفت دوستش آورد، این شبکه شکل گرفت. خب تازه ما اگه فرشگرد نگاه کنیم، ارزش بین اروپا و آمریکا و نمیدونم کانادا و غیره پخشن، یعنی خیلی هم از نظر جغرافیایی بعضی اون نزدیک، بعضی بیشترمون پخشه. ولی اون بچه محل که خب راحت‌تره براش. جلسات هفتگی رو تشکیل بدید، ولو اینکه فکر بکنید که حرفی برای زدن ندارید، اصلا جمع بشید چای و شیرینی بخورید دور هم دیگه، سال تر از این نون پنیر بخورید. بعد اون بحث نون نمک هم پیش میاد که تو برنامه قبلی بحث کردیم که انسان ها وقتی ما هم نون نمک میخورن یه حرمتی پیدا میکنه روابط بینشون. خب این شبکه محلی که تشکیل شد، حالا بعد از این مدت که اون شبکه در روابط بین انسانی بین اعضا شکل گرفت، اعتمادا جلب شد، با هم به قول معروف رفیق شدن، با هم ادهم اعتماد کردن، یکی چیزی که باز میتونه این شبکه رو قوی تر بکنه، حرکتایی که حرکتای معقوله. نه ببینید، حرکت زیرو ریسک نداریم، حرکتی که هیچ گونه ریسکی درش نباشه. تنها کسی که هیچ ریسکی نداره، خیلی معذرت میخوام، یه مرده است، یه جنازه است، مرده هیچ ریسکی نداره. ولی زندگی یعنی یه ریسک کرده، یه ذره ریسک کرده. همین الان که من از خونه برم بیرون، یه احتمال کمی هستش که یه ماشینی بهم بزنه و مثلا آسیب ببینم یا حتی از دنیا برم، به هر حال احتمالش کمه. تو اگه بخوام ریسک صفر باشه، باید بشینم تو خونه درو قفل کنم، شیش قفل کنم، تکون نخورم.
هر چیزی من میخورم، حتی همین الان که دارم صحبت میکنم ممکنه من آب درم بپره تو گلوم خفه بشم، احتمال خیلی کمه ولی هست. پس بحث اینه که، ولی از یه طرف اگه برم مثلا میگم فرض بکنید که یه ریسک خیلی احمقانه بکنم، مثلا برم تو اتوبان در جهت خلاف رانندگی کنم، به احتمال بالا کشته میشم. پس بین این دو سر، در واقع دو تا سر افراطی طیف، ریسک‌های معقول هست، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر. ما باید در واقع بسنجیم خودمون رو تو اون ریسکا قرار بدیم. برای حرکات میدانی دارم میگم، برای اون آکسیون‌های مبارزه دارم میگم. خب ببینید، مثلا میگم 10 تا بچه محل اگه برن در یه میدان اصلی تهران شروع کنن شعار بدن مرگ بر خامنه‌ای یا جاوید شاه یا هر شعار رادیکال دیگه‌ای، خب اینا به احتمال بالا در چند ساعت دستگیر میشن، اصلا صحبتی نشن دقیقه یا چند ساعت دستگیر میشن و هر شخص قهرمان باشه عملشون. خب این ریسک شاید یکی دو بار برای جنبه سمبولیکش خوب باشه، ولی اگه بخوان نیروها اینجوری نیروی خودشون تلف بکنن که خب همگی خیلی ساده دستگیر میشن. ولی در عین حال حرکت‌های کم ریسک‌تری هستش که میتونه پیام برسونه. چیزی که من بسیار اخیرا روش تکیه کردم، قبلا ما از این شروع کرده بودیم که اعلامیه‌های فرشگرد و استیکر، یعنی این چسبای میدان میلیونی و جاوید شاه و شعارهای رادیکال و اینا رو، عکسای شاهزاده رو یا برنیار اینا، مثلا فرض کنید که جای مختلف بچسبونید، عکساشو پخش بکنید، اعلامیه‌هاشو پخش بکنید، یا زبونی با کسایی که میشناسید ارتباط برقرار کنید، بقال نمیدونم کاسبای سر کوچه فلان، اون آدمایی که نسبتا معتمدن با اینا مکالمه داشته باشین که بشنون کلام این اینا. تا حد زیادی انجام شده، من در ایران نیستم ولی خبر داره میرسه از اینجا. میگم یه آدمایی که خیلی سیاسی نیستن، حتی بعضا بلد نیستن با اینترنت کار کنن، بعضا ماوراءالطبیعه ندارن، اینا گوششون حداقل شنیده. خانومای پیر در نسل‌های همسنای مثلا فرض کنید مادر بزرگ من اگه زنده بودن، اینا خیلیشون به گوششون رسیده کلماتی مثل میدان میلیونی و و غیره و غیره دیگر شعارها. این خیلی خوبه، تا حدی خوبه، ولی چیزی که در واقع قدرت نمایی بیشتری میکنه از طرف براندازا و از اون طرف توی دل فرقه تفکر رو خالی میکنه به نظر من در این مرحله، اسکراس نویسی هم خوب انجام شده، ولی چیزی که در همه بیشتر ایجاد قدرت نمایی میکنه و توی دل فرقه تفکر رو خالی میکنه، این مسئله دیوار شعار نویسی، دیوار اسپری رنگ. ببینید خیلی هم سخت نیست، کافیه مخصوصا اگه گروهی کار بشه، دو یا سه یا چهار تا جوون باشن یه کوچه ای، لازم نیستش که حتما این اول کارم از مثلا فرض کنید میدون اصلی شهر که یه لامپ پرقدرتی هم اونجا روشنش کرده، یه پروژکتوری هست اونجا بیاد بره حالا شروع کنید، نه اول کار از یه کوچه ای که حالا فرعیه همون ساکنان اون کوچه این هست از اونجا شروع کنید، خطرش کمتره، بعیدی که پلیس بیاد اونجا اون کوچه فرعی رو حالا تو اون 10 دقیقه 5 دقیقه که شما یه شعار بنویسید قرار نیستش که مثلا اتراق بکنیم اونجا چادر بزنیم که 10 دقیقه طول می‌کشه، بعیده که پلیس بیاد تو اون 10 دقیقه حالا فرض می‌کنید که حتما رد بشه گشت بزن. کاری که میتونم بکنن اینه که دو یا سه طرف اون جایی که دسترسی داره در واقع به عنوان کشیک بیستن جوان‌ها، و حالا اگه یه مقدار فاصله رو تو میتونن چند صد متر هم فاصله بگیرن، با موبایل یا هر چیز روشی در ارتباط باشن یا با یه علامتی، اگر خطری تهدید شد، ماشینی دیدن داره میاد، حرکت مشکوکی بود، یه علامتی، یه پیامک، یه چیزی بدن، یه کدی به هم بدن و سریع اسپری رو میندازه، و جوان اگر در واقع نظر بدنی قوی باشه سریع فرار میکنه میره، یا اگه حتی محل خودش باشه چه بسا بتونه بره خونه همسایه اگه آشنا باشه و در واقع همسایه بهش پناه بده. و همه این کارا رو اگه ما انجام بدیم ببینیم که با یه ریسک کم، ببین باز من نمیگم که این هیچ ریسکی نداره ها، شاید اگه 1000 تا گروه جوان‌ها این کارو انجام بدن در ایران یکی دو تاشون هم دستگیر بشن، به هر حال باید یه ذره ریسک رو پذیرفت، ولی با ریسک نسبتاً کم و معقول میشه شروع بشه که از اول از کوچه‌های فرعی شعارها نوشته بشه. شعارها هم دیگه شعارهایی هستش که میدونید، میدان میلیونی، فرشگرد، شاهزاده، جاوید شاه و غیر غیر برگرد شاه، یا اگر جمهوری خواه هستید لازم نیستش که حتما حالا در راستای پادشاهی مشروطه باشه، اگر جمهوری خواه هستید بنویسید مرگ بر خامنه ای، بنویسید جمهوری ایرانی، جمهوری ایران، یا هر شعاری که خودتون اون رو در واقع هدف و آرمان خودتون میدونید. یه پرانتز هم باز بکنم، گاهی اوقات به فرشگرد انتقاد میشه که آقا شما چرا این فیلمایی که از ایران میرسه جاوید شاه پخش میکنید مثلا، یا چقدر عکس شاهزاده است مثلا پخش میکنیم، ما هر فیلمی به دست ما برسه ما پخش میکنیم، ما که اینجوری نیست که مثلا بشیم اینا قربال بکنیم بریم اونایی که دلمون میخواد دوست داریم و انتخاب بکنیم. ما در فرشگردم جمهوری خواه داریم، از غذا بعضی از اون آدمایی که این فیلم ها رو مرتب میکنن خودشون هم جمهوری خواه، گاهی اوقات هم به شوخی میگن آقا ما جمهوری خواهیم، همش فیلم شعارنویسی جاوید شاه میاد دستمون. مسئله اینه که اگر جمهوری خواهان عزیزم تلاش خودشون رو زیاد بکنن و بنویسن، نمیگم نیست تا هست و کمه،
اگه بیشتر بنویسن ما پخش میکنیم یا بقیه براندازون پخش میکنن. اینجوری نیستش که حالا ما بخوایم الان دعوای جمهوری مشروطه داشته باشیم، انادی داشته باشیم که اونها اگه شعار رادیکال بنویسن ما پخش میکنیم. شعار نوشتن دو روش داره. یکی با اسپری همین مثلا فرض کن کلمه فرض کن مرگ بر خامنه‌ای یا هر چی که هست بنویسن. یه روش دیگه شابلونه که در واقع شابلونای آماده کرده باشن با مقوا یا هر چیزی و در واقع اسپری بکنن، یه نفر نگه داره مثلا شابلونو اسپری بکنن و این از قبل آماده شده باشه و نقش بیفته رو دیوار. حالا روش های دیگه هم شاید به ابتکار به دست بچه ها برسه. و این میگم هم یه کار گروهیه، تمرینیه، سه چهار نفر با هم دیگه جوونو یاد بگیرن که با هم دیگه اون اصطلاحا هماهنگی و کوردینیشن انجام بدن، چون این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این هماهنگ کوردینیشن. و همین که در واقع به مردم فردا صبحش که بلند میشن نیرو و امید و انرژی میدن که دیشب اینجا بودن، براندازه دیشب اینجا بودن ها، یعنی مثل سایه ما داریم تعقیبتون میکنیم دست به سر. خب حالا این که میاد زیاد که بشه وقت تو مکانهای عمومی باید چیکار کنه حکومت؟ یا باید یه سری کارگر رو نمیدونم بسیجی و کارگر شهرداری و چه و چه و چه استخدام بکنه با ماسمالی و رنگ و نمیدونم غیره و غیره، هر روز رنگ به دست باشن، دوباره فردا موش و گربه بازی میشه دیگه، فردا بیاد دوباره اونجا بنویسن که خود این همون وصل پینه های رنگ و اینا خود اونا در واقع یه مقدار فضا رو باز انقلابی تر میکنه. من خدمت تو عرض کنم، من سال یادم سال 65-66 بچه 7 ساله 5-6 ساله بودم، من تو حتی سال 66-7 من یادم که تو کوچه‌های خلوتگاهی می‌رفتم شعار مرگ بر سراح رو دیوارا بود، به خصوص خونه‌های قدیمی که مثلا مال 10 سال قبلش بوده، یعنی مال انقلاب بود. بعد از انقلاب کسی مرگ بر سراح نمی‌نوشت، که اغلب انقلابی ها فهمیده بودن چه اشتباهی کردن، برگرچه ها می‌نوشتن گاهی، ولی شعارهای مرگ بر سراح مخصوصا خونه‌های قدیمی که آجری بود یادمه. اینو به چش خودم که من رد می‌شدم، مثلا بچه بودم می‌بینم که نوشته بودن مرگ بر سراح، یعنی می‌خوام اینقدر وسیع نوشته بودن سال 57 تا به اون وضعیت رسید. خب ما بخوایم این حکومت هم سرنگون کنیم، چاره‌ای نداریم که این موش و گربه بازی رو ادامه بدیم تا حکومت خسته بشه، تحلیل بره نیروهاش، یا باید راه بیفتن با رنگ و کارگر شروع کنن همه جا رو رنگ کردن و اینا، که خب این خیلی هزینه داره، یا اینکه از یه جایی به بعد بیان شبا حکومت نظامی اعلام کنن. که اگه اون کارو بکنن، من خودم به شما زنگ می‌زنم تبریک میگم به همه برندازه دیگه، چون اینا وقتی اون کارو بکنن، یعنی در واقع خودشون جهد انقلابی رو قبول کردن و یه جورای تبلیغ کردن، چون این حکومتی که میاد رسما حکومت نظامی اعلام میکنه، یک از اشتباهات دستگاه در واقع امنیت زمان شما هم بعضی وقتا اینکه این حکومت نظامی اعلام کردن خودش کارو بدتر کرد، چون شما وقتی میای رسما حکومت نظامی اعلام میکنی، اعتراف به ضعف، اعتراف به اینه که من سستم و به این موقعیتم استوار نیست. البته خب ناچارم بودن در اون زمانم، به هر حال از یه جایی به بعد دیگه ناچار میشن. هم دستگاه شما هم علاقه ای نداشتش که حالا ماموران امنیت فرض کن استان ها که شهرها، حالا بیکار که نبودن، که علاقه نداشتن که حکومت نظامی اعلام کنن، ناچار شدن برای حفظ امنیت و حکومت نظامی اعلام. و همین حرکات ایزایی هست که موجب میشه حکومت رو تحت منگنه میذاره تا در نهایت حکومت نظامی اعلام کنه. حکومت نظامی اعلام کردن همان و اعلام در واقع برادکست، در واقع انتشار عمومی پیام انقلاب هم حکومت نظامی اعلام کردن، یعنی به همه مردم میگه آ مردم شما میخواید ما رو بندازید، شما میخواید منو سرنگون کنید. بله دکتر جان دقیقاً همینه. من همیشه میگم زمانی ما به نتیجه خواهیم رسید و به پیروزی نهایی خواهیم رسید و اون اتفاق میلیونی خواهد افتاد که هیچ دیواری بدون شعار نباشه، چرا که یک رهگذری که امشب داره از سر کار میره خونه و دیوار تمیز است و صبح که میاد بیرون و میبینه روی دیوار نوشتن جاوید شاه، این با خودش فکر میکنه من دیشب رد شدم این دیواره تمیز بود، پس یه خبری هست، و این روحیه مضاعف میده به همون کسی که اینو دیده، یعنی کسی که اصلا نمیخواسته دخالتی بکنه تو جریانهای سیاسی و دنبال کار زندگیش بوده، این به تدریج با دیدن این هم به این سمت و سو هدایت میشه. چرا؟ میگه خب مثل یه خبری داری اتفاقاتی میفته. و نسبت من در رابطه با پدر و مادرها، پدرها و پدر بزرگان همیشه میگم نسل شما نسلی است که میتونه این معجزه رو و این اتفاق رو به وجود بیاره و برای فردای زندگی توی حرفی داری برای نوت که بزنی که من این کارو کردم، ما این نقشو داشتیم و تونستیم این کارو انجام بدیم. اما زمانی که بشینی و نظاره‌گر باشی چی داری که صحبت کنی؟ فقط سرت پایین باد باشه. بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. فشندی از اون وقتی هم که قرار بود یه مقدار رد شدیم و وقت شما رو گرفتیم، اما سپاسگزارم و صحبت‌های شما بسیار دلنشین و بسیار منطقی و درسته. با امید دیدار
بعدی و هر چه زودتر. سپاسگزارم جناب دکتر، خیلی خوش آمدید. شب خوش. به در مسجد اگر کم رفتم، به در مسجد اگر کم رفتم، هی میخانه دمادم رفتم، بعد از این گوش به ظاهر جهنم که جهنم رفتم، جهنم که جهنم رفتم. 7 سال پیش این آهنگ مونده هنوز، نه دیگه بهمن 57، نه دیگه بهمن 57، نه حرف برق و نه حرف برق مفت و پول نفته، نمیذارم سر من هم بذارن کلاهی که سر بابام رفته، کلاهی که سر بابام رفته، نه دیگه بهمن 57، نه حرف برق مفت و پول نفته، نمیذارم سر من هم بذارم کلاهی سر بابا رفته، کلاهی که سر بابا رفته. قیمتی نان داد ولی نان بر شد، ای وعده نان داد ولی نان مر شد، چون سیر نبود مال مردم خور شد، مردم طلب معجزه کردند از شیخ، مردم طلب معجزه کردند از شیخ، دستی سر نان کشید و نان آجر شد، دستی سر نان کشید و نان آجر شد، ندیگه بهمن 57، بسیار سپاسگزارم از شاروخ عزیز، دوست و مبارز خستگی ناپذیر. شاروخ با جرأت میتونم بگم تنها خواننده‌ای که در برابر تمام این مشکلات ایستاد و سختی زیادی میکشه و خودشو محروم کرد از خیلی امکاناتی که دیگر خوانندگان دارن، اما پای حرفش ایستاد و کنار مردم، کنار ملت ایران همچنان شجاعانه ایستاده است و تنها و تنها
ها برای آزادی ایران تلاش. سپاسگزارم از شاهرخ عزیز. خب همیانان عزیز، صحبت های دکتر پشندی رو شنیدید. این صحبت هایی است که بیشتر از یک سال این سرباز به طور دائمی داره هر هفته برای شما تکرار میکنه. تیم های محلی درست کنید، گروه های محلی درست کنید، با هم دیگه باشید، برید کوه روزای تعطیلی رو با هم دیگه، همون تیمی که با هم هستید. پدرها و پدر بزرگها بایستی نقش اساسی بازی کنید. شما بایستی چیزی برای گفتن برای فرزندانتون، برای بچه‌هاتون داشته باشید. نمیتونید در حال حاضر نباشید و میبینید که شرایط هر روز بدتر میشه و هزاران بار گفتم نقشه های بسیار شومی برای ما کشیدن و بایستی قبل از اینکه این فاجعه به وجود بیاد این فرقه تبهکار رو از میان بردارید و ایمان داشته باشید. هم میانان عزیز، اگر خواست قلبی شما باشه و اگر در کنار هم قرار بگیرید و همزمان به خیابان بیایید و بمانید، ظرف دو هفته این حکومت رو سرنگون میکنید و مطمئن باشید این یک حساب نظامی است. خیزش میلیونی هیچ دفاع نظامی نداره. همین من هیچ کاری نمیتونه حکومت بکنه، مطمئن باشید. و به شما قول میدم ظرف 48 ساعت اول این خیزش بیش از 50% همین نیرویی رو که بسیار اندک است در برابر جمعیت ایران یا مثلا در همون تهران، همین نیروی اندکی رو هم که داره در 48 ساعت اول بیشتر از 50% ریزش خواهد کرد و متواری خواهد شد. اینو مطمئن باشید. چرا؟ چون اون جمعیت رو میبینه و میدونه نمیتونه مقاومت بکنه و خودش هم داره تو اون شرایط زندگی میکنه. در نتیجه همه چیز به شما ارتباط پیدا میکنه و خوشبختانه در سمت و سوی بسیار خوبی داره همه چیز حرکت میکنه. میبینید که هر روز اوج نارضایتی بیشتر اوج میگیره، بالاتر میره، در جا به جای میهن خیزش ها داره انجام میشه. اینها بایستی به همدیگه ارتباط پیدا کنه و مهمتر از هر چیز جانبازان عزیز به طور بسیار قدرتمندانه در صحنه حضور دارن. با هم اینو نگاه میکنیم و صحبت میکنیم. شماره 3 نگاه کنید. هم میگن شریف ایران، من خسرو مجیدیان، جانباز 70% جنگ که در عملیات آزادسازی خرمشهر هر دو پایم را از سن 19 سالگی از دست دادم، برای دفاع از ملت کشورم بر آن شدم که از امروز مطالب و مواردی را به اطلاع هموطنان عزیزم برسانم. دلیل این کار این است که دیگر نمیتوانم شاهد این همه ظلم و بی‌عدالتی باشم، نمیتوانم ساکت باشم و ببینم آرمان‌ها و ارزش‌هایی که برای تحقق آنها خون دادیم و سالها در هر شرایطی صبر کردیم تا شکوفایی آنها را نظاره‌گر باشیم، امروز نردبانی شدند برای عده‌ای سودجو، بی‌درد، ریاکار، خائن به کشور که در ناز و نعمت غرق شدند و ملت شریف ایران هر روز در فقر و فلاکت بیشتری فرو می‌روند. تقریبا تمام مردم ایران به این واقعیت پی بردند که دوام هرچه بیشتر رژیم حاکم برابر با نابودی هرچه بیشتر ایرانه. اما بسیار از دوستان میگن که ما به خاطر موقعیتمون مجبوریم تن به سکوت بدیم. دوستان کاش به این واقعیت پی می بردیم که ارزش و حقوق ما بسیار فراتر از موقعیت‌های حقیرانه‌ایه که بسیاری از مردم به خاطرش در برابر ظلم و ستم رژیم تن به سکوت دادن. دوستان ملتی که ارزش نان و جان را از آزادی بیشتر بداند، هم جان هم نان و هم آزادیش را خواهند گرفت. دوستان اگر در راه آزادی آماده ایستاد مردن نباشیم، مجبور به زیستن در زیر یوغ بردگی و تحمل درد مرگ تدریجی خواهیم بود. آگاهی، خودباوری، اتحاد و ایستادگی رمز پیروزی ماست. خب میبینید که هر روز جانبازان بیشتری، اینها عزیزان مردم هستند، این سرزمین هستند، اینها محترمترین افرادی هستند که در این سرزمین دارن زندگی در هر محلهی که هستن. همیشه با کمال احترام با اینها رفتار کنید، هر جوری که میتونید حواستون به اونها باشه، چرا که اینها
سلامت خودشون رو و عاشق بودن خودشون رو و فدایی بودن خودشون رو در دوران جنگ ثابت کردن. زمانی که همین چلاقی که الان سر کار نشسته، پسرای گردن کلفت مفتخورش قایم شده بودن، یا اون رفسنجانی گور به گور شده، بچهش تو اتریش بود همون موقع و دنبال خوشگذرونی. اما یک جوان اینجوری، یک مرد اینجوری در سن 19 سالگی هر دو تو پاش از دست داده. سال قبل خدمتتون عرض کردم من دوست جانباز دارم که رفته بود داروشو بگیره، یارو برگشته بود بهش گفته بود شما کی میخواد بمیرید ما از دست شما راحت شیم، تا کی ما باید خرج شما رو بدیم. این رفتاری که با یه جانباز میشه. خانواده شهدا بسیارشون در شرایط بسیار وحشتناکی دارن. اونایی که در راستای منافع سیدعلی چلاق حاضر نشدن انجام. و متاسفانه این موجود پلید، یعنی آخوند، مفتخور، انگل، عامل فساد، ام الفساد جهان هستی، یعنی آخوند، بسیاری از خانواده‌های شهدا رو به بیراهه کشیدن، با صیغه کردن، با پاس دادن به هم دیگه. من دیدم. زمان اون رسیده که از جاتون بلند شید هم میانم بس دیگه. دیروز در دو روز قبل سال روز نمیتونم واقعا به زبونم دلم نمیاد بیارم، خروج پادشاه فقید بود از ایران، اون روز لعنتی، روز واقعا سیاه، روز بدبختی ملت ایران، روزی که خنده، شادمانی، رفاه، امنیت، آسایش، تحصیلات، اعتبار، آبرو، همه چیز ایران با اون پرواز رفت و سیاهی برگشت و فساد برگشت و دزدی برگشت و تباهی برگشت و ویرانی و قتل عام. پیروز در ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ما شعار نویسی داشتیم روی دیوارها، جاوید شاه. دیروز ارتش یک کنفرانس رو برگزار کرد، شماره 5 رو با هم می‌دونیم، رسما دارن اعلام میکنن برای پیشگیری از براندازی به شما سرداران مفنگی میگویم اینجا ارتش شما نیستید، شما نوچه های سرداران عملی سپاه هستید که در رأس نشستید. یک نظامی واقعی، یک سرباز واقعی هیچ احترام و اعتباری به شما نمیدهد، چون لیاقتش رو ندارید، چون پادوه یه مش سردار مفنگی هستید مثل قاسم جوجو و محسن رضایی، محسن پپه. حیف اون لباس که تن شماست. واقعا با هم شماره 5 رو میبینیم. این گرد همایی کفتاران بسیجی کویهای سازمانی ارتش رژیم پنجشنبه 27 دی ماه با حضور فرمانده کل ارتش، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و گروهی از کفتاران بسیجی با موضوع فضای مجازی و جنگ نر در مرکز پشتیبانی و آموزش نزاجا برگزار شد. عبدالرحیم موسوی در سخنانی با بیان اینکه دشمنان مسیر مقابله با انقلاب را تغییر دادند تاکید کرد دشمن با تمام توان در عرصه فضای مجازی و جنگ نر به میدان آمده، اما واقعیت این است که مردم ما همچون جنگ تحمیلی به میدان مقابله با دشمن در عرصه جنگ نر نیامدند. فرمانده ارتش رژیم هشدار داده امروز در عرصه فضای مجازی سومارها، خرمشهرها و مهرانها در معاصرند و حتی بیم سقوط می روند. پس ای لشکر صاحب زمان آماده باشید. موسوی تأکید کرده باید با پیروی از شهدا و رزمندگان که دشمن را از کشور بیرون راندند، دشمن را از فضای مجازی، از مرزهای فکری، عقیدتی و فرهنگی خود بیرون برانید. ملت ما این توان را دارد. ما ملتی هستیم که در مقابل استکبار با تمام توان ایستاده ایم و آن را شکست دادیم. وی در بخشی از سخنرانی خود عنوان کرد
فضای مجازی بسیار گسترده و پیچیده است و دشمنان اسلام، انقلاب و ولایت فقیه را هدف قرار دادند تا در موفقیت و کارآمدی آنها شبهه ایجاد کنند. موسوی ایجاد اختلاف میان ارتش و سپاه را از مهمترین اهداف دشمنانشان دانسته و گفته دشمنان با تمام توان میخواهند میان ارتش و سپاه اختلاف ایجاد کنند. به عنوان مثال این موضوع را در فضای مجازی منتشر میکنند که چرا میان بودجه ارتش و سپاه تفاوت وجود دارد. باید در پاسخ گفت آیا منافقین دلشان برای ارتش سوخته؟ یا آمریکایی جنایتکاری که دارو، شیر خوش و ملزومات اولیه زندگی مردم را تحریم کرده دلش برای کاهش بودجه ارتش و سپاه سوخته؟ دنبال کردن این موضوعات خاص دشمنان است. وی از آنجا که نتوانست این اختلاف بودجه را انکار کند به توجیهش آن هم با زیر سوال بردن منافقین پرداخت. موسوی سخنان همیشگی سران کشوری و لشکری رژیم را تکرار و تأکید کرد. ارتش و سپاه دست در دست یکدیگر دارند تا امریکا را شکست دهند و رژیم صهیونیستی دچار اضمحلال شود. این نشست اما سخنرانان دیگری هم داشت. یکی از آنها سرتیپ محمد حسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش بود که او نیز هشدار داد دشمن از طریق فضای مجازی میخواهد محیط را غبارآلود و غیر شفاف کند تا جای حق و باطل با یکدیگر عوض شود، چرا که در این محیط دشمن قصد دارد که ابتدا ارزش‌ها و سپس نظام را به طور کلی تغییر دهد. وی تأکید کرد حضور کفتاران برای پاسداری از نظام نکبت اسلامی در فضای مجازی امری حیاتی و مهم است. ساعتی محمد محمودی معاون اجرایی ارتش نیز سخنران دیگر این نشست. وی تأکید کرد حجمه و حمله های دشمن در فضای مجازی نباید بی‌پاسخ بماند و لازم است که همه دلسوزان نظام خصوصا جوانان و بسیجیان وفادار با ایمان در فضای مجازی حضور جدی داشته باشند و به مقابله با حرکات دشمنان بپردازند. عباس محمدی حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم در این مراسم سخنرانی کرد و اونیز نسبت به تلاش‌ها برای تغییر نظام هشدار داد. وی گفت انجام هر امری که مقدمه حفظ نظام اسلامی باشد واجب است. دشمن امروز از طریق فضای مجازی به دنبال ضربه زدن و براندازی نظام است و باید با تمام توان در این فضا ورود پیدا کنیم. این گرده همایی که علاوه بر فرمانده ارتش، جانشین فرمانده کل ارتش، معاون اجرایی ارتش، معاونین هماهنگ کننده نیروهای سگانه هوایی، دریایی و زمینی، سخنگوی ارتش و فرمانده کل دژمان ارتش حضور داشتند، با حضور 8 تن از سرکردگان بلندپایه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، آن هم با مضمون مقابله با براندازی و تلاش برای جلوگیری از تغییر نظام تا کنون بی سابقه بوده. اولین بار تیر ماه سال 97 بود که استقرار پایگاه‌های کفتاران بسیجی در شهرک‌های ارتشیان رسانه‌ای شد. پروژه‌ای که در راستای طرح امنیتی حفاظتی مصباح است و بخشی از هدف آن رصد خانواده ارتشی‌ها و تلاش برای حفظ آنان در دایره وفاداران رژیم است. هیچ ارتشی به حرف تو گوش نمی کنه. یک سرباز واقعی هیچ اعتباری برای حرفای تو قائل نیست. فعلا اونی که داره سقوط میکنه شما هستی و رسماً اعتراف کردی برای پیشگیری از براندازی، چون خودتون میدونید در چه شرایطی هست. تو یه پادو، یه پوتین جفت کنه سردارای سپاه بیشتر نیستی و اون لباس و اون درجات از سر تو خیلی زیاده. اصلا نمیفهمی معنای ارتش رو، معنای سرباز بودن رو نمیدونی. هنوز خیلی مونده. همین حکومت
شدیداً در وحشت است و به خصوص از نیروهای ارتش. اینها همیشه از ارتش متنفر بودند و هستند و همیشه ارتش رو در شرایط بسیار بدی نگاه داشتند، چون میترسن از ارتش. پس بایستی اقدامی اساسی کرد قبل از آن که دیر شود. اجازه بدید بریم یک نمونه شعار نویسی رو ببینیم، وقت نداریم و خیلی با سرعت. شماره 6 در شهر قم با هم اینو میبینیم و برمیگردیم و در خدمتتون هستم چند دقیقه بیشتر. خب این شهر قم بود. مهندس جان یه عکس از شماره 9، عکس این کریول منظر رو بذارید، عکس این چهره پلید و زشت رو بذارید. اینا هیچ کدومشون قیافه آدمیزاد رو ندارن واقعا، هر کدومشون به یه فرمی عجیب و غریب هستن. به هر روی هر دم از این باغ بری میرسن. دستگیری مدیر عامل بنیاد تعاون ناجا در مالزی همراه با مقادیری ارز و مواد مخدر دستگیر شد. مأمورین امنیتی هتل رنسانس کوالالامپور روز شنبه 8 دی ماه جاری با مراجعاتی که به سردار درویشی در هتل محل اقامت وی میشد مشکوک میشوند. مأمورین امنیتی هتل از طریق دوربین های مداربسته هتل متوجه رد و بدل کردن یک ساک بزرگ بین سردار درویشی با یک شهروند مالزیایی می شود. شهروند مالزیایی هنگامی که قصد خروج از هتل را داشت توسط مأمورین امنیتی هتل متوقف می گردد. در بازرسی ساک مزبور 10 کیلو هروئین و 9 کیلوگرم سایر انواع مواد مخدر کشف می شود. در بازرسی پلیس مبارزه با مواد مخدر از اتاق سردار قابل درویشی مبلغ 14 میلیون دلار نقد و مقادیر متنابه مواد مخدر که عمدتاً هروئین بوده کشف می‌گردد. سردار درویشی پس از دستگیری به بازداشتگاه پلیس کوالالامپور منتقل شد. موقعی خدمتتون عرض می‌کنم اینا یک مش اراذل و اوباش و قاچاقچی مواد مخدر و فاسد هستن از رأس تا به زیر. هر دفعه دارم سندش رو به شما همیهنان نشون میدم. این حکومت کارش تمام همیهن. هرچی بیشتر بنشینی بیشتر وش خواهی کشید، بیشتر گرسنگی خواهی کشید و بیشتر توهین و تحقیر رو تحمل خواهی کرد. اما اگر در کنار جوانان قرار بگیری خیلی با سرعت قبل از اینکه حتی این حکومت 40 ساله بشه کار حکومت رو بشه تمام کرد. همه چیز به تصمیم شما بستگی دارد. اتحاد و همبستگی، یک ملت، یک پرچم، یک رهبر، شاهزاده رضا پهلوی. سپاسگزارم از همیهنانی که این رسانه رو حمایت میکنن و همیهن این رسانه تنها جایی است که این گونه با شما سخن میگوید و واقعیات کف جامعه را به شما نشان میدهد و بازگو میکنه. هر جا برید دنبال بیزنس هستن و دلار سبز بجز اینجا. دلیلش هم اینه که این رسانه هیچ تبلیغاتی نداره، هیچ منبع درآمدی نداره، تنها با کمک های شما ادامه حیات داده تا به امروز. و کسانی که در این رسانه کار میکنن هیچ کدوم حقوقی نیستن، چک نمیگیرن سر ما. هر کسی شغل خودشو داره، وقت گذاشته برای مبارزه، در نتیجه همه سرمایه. حمایت کنید این رسانه رو و اجازه بدید تا سرنگونی و به زیر کشیدن این فرقه تبهکار این افتخار رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. همیهن حساب‌های بانکی رو تخلیه کنید. همیهن شعار نویسی بایستی به طور گسترده ادامه پیدا کنن. هیچ دیواری در سرزمین ایران نبایستی بدون شعار جاوید شاه باشه. و بدترین ضربه به این حکومت
جاوید شاه است. این حکومت از هیچ کس نمیترسد به جز از شما. از هیچ حکومت خارجی نمیترسد اما از شما وحشت داره. اسکناس نویسی رو ادامه بدید، از خرید هر کالای هر گونه ابزاری به جز ارزاق عمومی خودداری کنید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار این سرباز گذاشته شده. لینک های دیگری داشتم که روز سه‌شنبه به شما نشان میدم و با این سیحتمن ببینید. همه شما رو به خدای عاشق ایران میتپارم تا روز سه‌شنبه که میدانم وضعیتتون از امروز بدتر خواهد. پاینده ایران جاوید شاه، درود بر ارتش قهرمان. من همبستگی میان هموطنانم را کلید رهایی ایران خواندم. باور من این است که ملت آزاد نخواهد شد مگر همه ایرانیانی که به استقلال وطن خود و استقرار حکومت مردم و قانون معتقدند همدوش با هم در راه رسیدن به هدفهای مشترک گام بردارند. آینده ایران، آینده شایسته مردم ما در گروی این همبستگی است. اما چگونه میتوان نه تنها به آرمان و سخن بلکه در عرصه پیکار و عمل همبسته و همدوش شد؟ به عقیده من ما هنگامی همبسته خواهیم شد که از خود بیرون آییم و غرق در ایران شویم. دیگر در برج آج خود ننشینیم، یک بودی نیندیشیم و تنها از دریچه محدود چشمان خود به ایران نگاه نکنیم. همبسته آن وقت خواهیم شد که خود را افراد تفکیک ناپذیر یک ملت، یک تاریخ و یک سرنوشت بدانیم. منطق خشک و حسابها و منافع گروهی و مسلکی را مهار بزنیم و از احساسات غریزی خود به عنوان یک ایرانی، به عنوان عضو یک خانواده بزرگ و کهن الهام بگیریم. ملت را جانشین من کنیم. ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم.